در یک حادثه تلخ مقامات فرانسه اعلام کردند که چند مهاجر از جمله یک کودک خردسال در تلاش برای عبور از کانال مانش و رسیدن به بریتانیا جان خود را از دست دادند. برونو رتالو وزیر کشور فرانسه در بیانیه اعلام کرد که این کودک در قایق زیر پا مانده و جان باخته است. وی قاچاقچیان انسان را مسئول اصلی این فاجعه دانست و بر لزوم مقابله با این جنایت‌ها تاکید کرد. هنوز اطلاعات دقیقی از تعداد و تابعیت مهاجران منتشر نشده است. این حادثه در حالی رخ داده که در ماه گذشته نیز چند مهاجر از ایران و افغانستان در حادثه مشابه جان باختند. بر اساس گزارش های سازمان بین المللی مهاجرت تاکنون بیش از پنجاه نفر در سال جاری در این کانال جان خود را از دست دادند. این تعداد بالاترین میزان ثبت شده از سال 2021 است و نشان دهنده افزایش شدید خطرات این مسیر مهاجرتی است. بسیاری از این مهاجران به دلیل شرایط ناامن در کشورهای خود مجبور به انتخاب چنین راه های پرخطری می شود.